محموم و فانی فریاد کنم به سوی سما، روحن افسرده در زیر گنا، خداوند بر من رحم نما. این قلب نالان در پی شادیست، تنهای تنها و بی‌نوا. قلبم شکسته پر درد و خسته، خداوند بر من رحم نما. این روح آسی آوار گشته در پی لحظات دور از خدا، در بیابان این عمر باطل، خداوند بر من رحم نما. این قلب نالان در پی شادیست، تنهای تنها و بی نوا. قلبم شکسته پر درد و خسته، خداوند بر من رحم نما. مرا فریب داد، هستیم رفت بر باد فنا. رانده ز هر جا، خسته ز دنیا، خداوند بر من رحم نما. این قلب نالان در پی شادی، تنهای تنها و بی نوا. قلبم شکسته پر درد و خسته، خداوند بر من رحم نما. توبه می کنم از گناهانم، با اشکای تلخ کنم دعا. هرچند نالای سویت می آیم، خداوند بر من رحم نما. این قلب نالان در پی شادیست، تنهای تنها و بی نوا. قلبم شکسته پر درد و خسته، خداوند بر من رحم نما. خداوند بر من رحم نما. شنوندگان عزیز سلام بر شما، با امید این که روزهایی شاد و موفقی را در فیض خداوند مهربان سپری فرموده باشید، من کوروش باقری هستم و این رادیو آرامش. عزیزان، خداوند یگانه و مهربان ما همه شما را همواره در هر شرایط و موقعیتی که می باشید بی نهایت دوست می دارد. خداوند همچون پدری دلسوز و غمخوار مایل است تا با شما گفتگو کند. از شما دعوت می کنم تا با قلبی باز و خاطری آسوده اجازه بفرمایید تا او توسط متن پیام
و سرودهای روحانی این برنامه برکت و آرامش الهیش را عطا بفرماید. آه شبان نیکو بیا، ما گوسفندان مرتع تو، ما را ببر نزد چشمه ها، ما را تو شب مسیح می فرماید گفته شده است که هر کس مرتکب قتل شود محکوم به مرگ می باشد، اما من می گویم که حتی اگر نسبت به برادر خود خشمگین شوی و بر او فریاد بزنی باید تو را محاکمه کرد، و اگر برادر خود را ابله خطاب کنی باید تو را به دادگاه برد، و اگر به دوستت ناسزا گویی سزایت آتش جهنم می باشد. عیسی مسیح می فرماید پس اگر نذری داری و می خواهی گوسفندی در خانه خدا قربانی کنی و همان لحظه به یادت آید که دوستت از تو رنجیده است، گوسفند را همانجا نزد قربانگاه رها کن و اول برو و از دوستت عذرخواهی نما و با او آشتی کن، آنگاه بیا و نظرت را به خدا تقدیم کن. هرگاه کسی از تو شکایت کند و تو را به دادگاه ببرد، کوشش کن پیش از آن چه به دادگاه برسید و قاضی تو را به زندان بیندازد با شاکی خود صلح کنی، وگرنه در زندان خواهی ماند و تا دینار آخر را نپرداخته باشی بیرون نخواهی آمد. چون بر او می‌گردم با اشک و آه، او که گفت منم حیات تو راستی و راه، بر صلیبش برداشت اندوه و درد، به زخمایش شفا بخشید، ز اسیان آزادم کرد. ای دوست بهر تو جانش فدیه کرد، آزادی بخشد تو را از چنگ غم و درد.
تاج خار بر سر و مزرو بازار پر شده از انسان اومد رود و همکار ای دوست مهر تو موعظه سرکو، راز خوشبختی. روزی که جمعیتی انبوه گرد آمده بودند، عیسی به همراه شاگردان خود بر فراز تپه‌ای برآمد و بنشست. او آنگاه شروع به تعلیم ایشان کرد و فرمود: خوشا به حال آنان که نیاز خود را به خدا احساس می‌کنند، زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال ماتم زدگان، زیرا ایشان تسلی خواهند یافت. خوشا به حال فروتنان، زیرا ایشان مالک تمام جهان خواهند گشت. خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا آنها سیر خواهند شد. خوشا به حال آنان که مهربان و باگذشتند، زیرا آنها از دیگران گذشت خواهند دید. خوشا به حال پاکدلان،
زیرا آنها خدا را خواهند دید. خوشا به حال آنان که برای برقراری صلح در میان مردم کوشش می کنند، زیرا ایشان فرزندان خدا نامیده خواهند شد. خوشا به حال آنان که به سبب نیکردار بودن آزار می‌بینند، زیرا ایشان از برکات ملکوت آسمان بهره‌مند خواهند شد. هرگاه به خاطر من شما را ناسزا گفته آزار رسانند و به شما تهمت زنند، شاد باشید، بلی خوشی و شادی نمایید، زیرا در آسمان پاداشی بزرگ در انتظار شماست. شما نمک جهان هستید و به آن طعم می بخشید، اما اگر شما نیز طعم خود را از دست بدهید، وضع جهان چه خواهد شد؟ در این صورت شما را همچون نمکی بی مصرف دور انداخته پایمال خواهند ساخت. شما نور جهان می باشید. شما همچون شهری هستید که بر تپه بنا شده و در شب می درخشد و همه آن را می بینند. چراغ را روشن نمی کنند تا آن را زیر کاسه بگذارند، بلکه روی چراغدان، تا کسانی که در خانه هستند از نور آن استفاده کنند. پس شما نور خود را پنهان مسازید، بلکه بگذارید نور شما بر مردم بتابد تا کارهای نیک شما را دیده پدر آسمانیتان را تمجید کنند. جان را ایمان نو
عیسی می فرماید گمان مبرید که آمده ام تا تورات موسی و نوشته های سایر انبیا را منسوخ کنم. من آمده ام تا آنها را تکمیل نمایم و به انجام رسانم. به راستی به شما می گویم که از میان احکام تورات هر آنچه که باید عملی شود یقیناً همه یک به یک عملی خواهند شد. پس اگر کسی از کوچکترین حکم آن سرپیچی کند و به دیگران نیز تعلیم دهد که چنین کنند، او در ملکوت آسمان از همه کوچکتر خواهد بود. اما هر که احکام خدا را اطاعت نماید و دیگران را نیز تشویق به اطاعت کند، در ملکوت آسمان بزرگ خواهد بود. این را نیز بگویم که تا شما بهتر از علما و پیشوایان دین یهود نشوید، محال است بتوانید وارد ملکوت آسمان گردید. ما برای این که بتونیم از خواست عالی و نقشه های مقدس خداوند برای زندگی های من آگاه بشویم، باید اول با او آشتی کنیم. راه آشتی با خداوند و تماس داشتن با او تنها در ایمان به عیسی مسیح به عنوان منجی و پرداخت کننده تاوان گناهانمان میسر می باشد. عیسی مسیح بر روی صلیب جلجتا جان خود را داوطلبانه داد تا تاوان گناهان ما را یک بار برای همیشه بپردازد. در ایمان به عیسی مسیح گناهان ما آمرزیده می شوند و راه ارتباط مستقیم ما با خداوند گشوده می گردد. عیسی مسیح در انجیل مقدس می فرماید راه منم، زندگی منم، راستی منم. هیچ کس نمی تواند به خدا برسد مگر به وسیله من. بله دوستان، تنها راه رسیدن به خداوند عیسی مسیح می باشد. راه به خدا رسیدن مذهب و اجرای مراسم مذهبی نیست. راه به خدا رسیدن و از آمرزش، آرامش واقعی و حیات ابدی او برخوردار شدن همان راهی است که او خود در عیسی مسیح به ما نشان داده است. این راه امروزه برای شما مهیا و آماده می باشد. کافی است که فقط از او بخواهیم. در اینجا از شما دعوت می کنم تا با هم به حضور خدا دعا کنیم. پدر آسمانی، من اعتراف می کنم که گناهکارم
و به بخشش تو احتیاج دارم. من ایمان می آورم که عیسی مسیح با مرگ داوطلبانه خود تاوان گناهان مرا یک بار برای همیشه پرداخت. مرا در نام عیسی مسیح ببخش و با روح مقدس خود به قلب و زندگی من بیا و از آن برای جلال نام خود و خدمت به دیگران استفاده کن. در نام عیسی مسیح این دعا را به حضورت می آورم و با اطمینان دریافت می دارم. آمین. خب عزیزان شنونده، چنانچه شما این دعا را به حضور خداوند برده اید و حال مایلی تا اطلاعات بیشتری راجع به عیسی مسیح و انجیل مقدس داشته باشید، لطفاً با شماره تلفن 604-788-5211 تماس بگیرید. همچنین اگر شما مایلی تا این برنامه و برنامه‌های کامل ما را مجدداً بشنوید، می توانید به وبسایت ما radioaramesh.org مراجعه بفرمایید. با تشکر و سپاس از اینکه تا این لحظه ما را همراهی فرمودید، تا گفتگوی دیگر، فیض و آرامش خداوند با شما باشد. خداوند از دردهایت بهرم، بر صلیب زخمهایت که قلبم را شفا بخشی. شفا بخشی زخمای